در پی قتل کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی به دست نیروهای داعش موجی از خشم و انزجار مردم کشور آفتاب تابان را فرا گرفته. مرگ وی پس از انتشار ویدیویی از گروه داعش که لحظه سربریدن او را ضبط کرده توسط وزیر دفاع ژاپن تایید شده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن قتل مستندساز و خبرنگار ژاپنی را وحشیانه و غیر بشری خواند و گفت ژاپن اسیر دستان تروریست ها نخواهد شد و به این تروریست ها باج نخواهد داد. او گفت ما همچنان به صادرات غذا و دارو و کمک های اولیه به جنگ زدگان ادامه می دهیم. دولت اسلامی عراق و شام هفته گذشته از دولت ژاپن درخواست 200 میلیون دلار در قبال آزادی دو ژاپنی گروگان را کرده بود. پس از قتل یکی از آنها، گروه داعش درخواست کرد از صورت آزادی یک زن عراقی عضو القاعده از سوی دولت اردن، خلبان اردنی و کنجی گوتو را آزاد خواهد کرد. حالا پس از مرگ کنجی گوتو، اعضای خانواده و دوستان معزل کساسبه خلبان اردنی خواستار آزادی او هستند.